سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم حقایق علمی رو در مورد مصرف تخم مرغ با شما در میون بذاریم. برای چندین دهه است که در مورد تخم مرغ محققان اطلاعات متناقضی ارائه دادند. سوالاتی همچون آیا تخم مرغ برای قلب شما خوب است یا بد، و یا سطح کلسترول رو افزایش میده، و یا اینکه به طور کلی از مصرف تخم مرغ باید اجتناب کرد. این سوالات میتونه باعث سردرگمی بشه و در این ویدیو قصد داریم از دید پژوهشگران و علم نوین امروزی به حقیقت در مورد تخم مرغ و بیماری قلبی خواهیم پرداخت. همچنین در مورد مشکلات اصلی که ممکنه با تخم مرغ به وجود بیاد بحث خواهیم کرد و با شواهد علمی به اثبات خواهیم رساند. با ما همراه باشید تا دانش و اطلاعات مورد نیاز و مهم در این زمینه را به دست بیارید. در سال 1961 دکتر انکل کی در ایده ای را معرفی کرد که چربی های اشباه شده و کلسترول غذایی باعث اصلی بیماری قلبی میشن. این ایده به سرعت به یک شعار تبدیل شد، حتی با شواهدی که خلاف این ایده را ثابت میکرد رواج پیدا کرد. امروزه گفتگو و بحث های بسیاری از طرف پزشکان و دانشمندان در مورد این سوال رواج داره که آیا کلسترول و چربی های اشباع شده واقعا علل واقعی بیماری قلبی هستند؟ به عنوان مثال در مطالعه معروف روتردام در سال 2004 محققان نرخ پایین تری از بیماری قلبی رو در شرکت کنندگانی که مقادیر بیشتری تخم مرغ، پنیر، کره و جگر مصرف میکردند پیدا کردند. این غذاها به طور سنتی به عنوان غذاهای کلسترول بد شناخته میشد و در واقع نشان میده که به طور بالقوه کلسیفیکاسیون، که فرایندی است که در اون کلسیوم در بافت بدن انباشته میشه و باعث سخت شدن بافت ها میشه، در قلب کاهش پیدا میکنه. شواهد در این زمینه نشان میده که فرانسوی ها بیشترین مصرف کننده منظم کره و پنیر پرچرب هستند، اما سطح پایینی از بیماری قلبی دارند. از نظر آماری تنها 50% از فوت شدگان حمله قلبی سطح کلسترول بالایی داشتن رو نشان داد، که ثابت میکنه 50% دیگر در محدوده توصیف شده قرار داشتند. جالب اینجاست که برخی شواهد حتی نشان میده کسانی که کلسترول بالاتری دارند ممکنه در واقع عمر طولانی تری داشته باشند. به عنوان مثال یک مطالعه دیگر در سال 1992 توسط دانشمندان آمریکایی نشان داد که کلسترول پایین نشانه ای از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های گوارشی و تنفسی است. همینطور تحقیقات به نظارت بر روی بیش از 100,000 نفر فرد سالم ادامه داره، که به مدت 15 سال مشاهده شد که افراد با کلسترول پایین به دلیل بیماری های عفونی بیشتر در بیمارستان بستری می شدند. به طور مشابه یک متاآنالیز در سال 2003 از 23 مطالعه در نشریه BMG نشان داد که سطح LDL با غلظت پایین کلسترول در نتیجه مصرف استاتین ها کاهش یافته. در مقایسه با بیمارانی که غلظت کلسترول بالایی دارند، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان بودند. این مطلب بر این ایده تأکید میکنه که حفظ کلسترول پایین لزوماً بهترین روش نیست، در حالی که خود کلسترول ممکنه عامل آسیب نباشه، اما مشکلاتی که در طول زمان به وجود میاد کلسترول آسیب دیده یا اکسید شده رو به وجود میاره. اکسیداسیون زمانی اتفاق میفته که ذرات کلسترول در معرض رادیکال های آزاد قرار بگیرن و مولکول های ناپایداری رو بسازن که به سلول ها و بافت های بدن آسیب میرسونن، و از طریق سیگار کشیدن، غذاهای فست فود و عوامل دیگه رخ میده. وقتی ذرات کلسترول اکسید میشن، عملکرد سلولی رو مختل میکنه و تحریک التهابی رو افزایش میده و همین امر مسبب بیماری های مختلف میشه. ذرات اکسید شده بیشتر مستعد تجمع و آسیب دیواره های شریان هستند، رسوبات پلاکی رو تشکیل میدن و همین امر باعث تنگ شدن و عدم انعطاف پذیری عروق میشن و در نتیجه منجر به شرایطی به نام تصلب شرائین میشه. در واقع این نکته مطلب مهمی رو به ما میاموزه، اینکه به جای توجه به سطح کلسترول باید به کیفیت کلسترول نگاه کرد. اما به طور خاص در مورد تخم مرغ چطور؟ یک کارآزمایی منتشر شده در مجله تغذیه نشان داد که خوردن 3 تخم مرغ در روز در واقع کیفیت کلسترول رو در افراد دارای اضافه وزن بهبود بخشید.
مقان 28 مرد که دچار اضافه وزن یا چاقی بودند رو انتخاب کردند و همگی از رژیم کربوهیدرات محدود پیروی کردند، در حالی که 50% از آنها 3 تخم مرغ در روز مصرف می‌کردند. نتیجه آزمایش نشان داد که هر دو گروه به دلیل محدودیت کربوهیدرات خطر ابتلا به سندروم متابولیک رو کاهش دادند. با این حال گروهی که تخم مرغ مصرف کردند همچنان سطح HDL کلسترول اونها به عنوان کلسترول خوب شناخته شد و افزایش پیدا کرد. نقش HDL انتقال کلسترول اضافه از جریان خون به کبد برای پردازش و حذف از بدن است و کل سیستم رو در هماهنگی حفظ میکنه. بنابراین ممکنه بپرسید چه چیزی باعث میشه تخم مرغ اینقدر مفید عمل کنه؟ یکی از قابل توجه ترین مزایای تخم مرغ محتوای پروتئین با کیفیت بالای اونه، از جمله وجود 9 اسید آمینه ضروری. اسیدهای آمینه برای عملکرد مختلف مانند رشد ماهیچه‌ها، ترمیم باف و عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند. پروتئین کامل تخم مرغ منبع ارزشمندی از انرژی و از سنتز هورمون‌ها و آنزیم‌ها پشتیبانی می‌کند. تخم مرغ همچنین منبع عالی چربی‌های سالم از جمله چربی‌های تک غیر اشباهی و چند غیر اشباهی هستند. این چربی‌ها برای عملکرد مغز، تولید هورمون و جذب ویتامین‌های محلول در چربی حیاتی هستند. علاوه بر این تخم مرغ حاوی اسیدهای چرب امگا 3 است که برای سرکوب التهاب، عملکرد مغز و کاهش خطر بیماری قلبی شناخته شده هستند. همینطور سرشار از ویتامین های K, E, D, A و B هستند. اینها ویتامین هایی هستند که به بینایی سالم، تقویت استخوان ها، عملکرد صحیح و هدایت بدن رو به عهده دارند. همچنین حاوی مقدار مناسبی از مواد معدنی مانند آهن، روی و سلنیوم می باشند که برای تولید گلبول‌های قرمز خون و سلامت سیستم ایمنی بسیار مهم هستند. تخم مرغ یکی از بهترین منابع طبیعی کولین می‌باشد. کولین برای تشکیل قشای سلولی حیاتی است. این امر به ویژه در دوران بارداری مهمه، زیرا از رشد مغز جنین حمایت و به جلوگیری از نقص لوله عصبی در زندگی جنین نقش مهمی را ایفا می‌کند. کمبود کولین باعث تعدادی از مشکلات از جمله بیماری کبد چرب، زوال عضلات، افزایش سطح هموسیستئین و افزایش خطر بیماری قلب عروقی، مشکلات کلیه و لوزالمعده می باشه. بنابراین خوردن تخم مرغ راه خوبی است برای دریافت کولین کافی و جلوگیری از کمبود آن. علاوه بر این آنتی اکسیدان های ویژه موجود در تخم مرغ مانند لوتنین و زاکسانتین با محافظت در برابر دژنراسیون ماکولا و آب مروارید سلامت چشم رو تقویت میکنه. در نهایت تخم مرغ دارای شاخص گلیسیمی پایینیه، به این معنی که باعث افزایش سطح قند خون نمیشه و این برای جلوگیری از دیابت مهمه. تا اینجا مزیت تخم مرغ رو بررسی کردیم. در ادامه نکات احتیاطی رو در مورد مصرف تخم مرغ مورد بحث قرار خواهیم داد، اما قبل از اون لطفاً دکمه لایک رو بزنید تا از این طریق به دیگران هم کمک کنید تا این ویدیو رو تماشا کنند. هنگام انتخاب غذا مهمه که نه تنها نوع غذا بلکه نحوه تولید اون رو نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال مرغ‌های مرتعی یا مزرعی دارای مزیت خاصی هستند. این مرغ‌هایی که در مزرعه رشد می‌کنند تخم‌هایی تولید می‌کنند که حاوی اسیدهای چرب امگا 3، ویتامین D و ویتامین E هستند و سایر مواد مغذی ضروری در مقایسه با تخم مرغ‌های پرورشی که در قفس رشد کنند مزیت خاصی دارند و این به این دلیل که مرغ‌های رسمی در محوطه باز می‌توانند آزادانه در زمین برای پیدا کردن طیف متنوعی از دانه‌ها گردش کرده و رفتارهای طبیعی خود را انجام بدهند. اما در مقابل مرغ‌های پرورشی در قفس معمولاً در فضای کوچک و محدود رشد می‌کنند و قادر به حرکت نیستند و فقط توسط خوراک‌های فرآوردی شده تغذیه می‌شوند. در این مورد مثال می‌آوریم. انسانی را تصور کنید که در قفسی محبوس شده و قادر به خوردن غذاهای طبیعی یا راه رفتن و ورزش نیست. مسلماً این فرد فرزندان سالمی را به دنیا نمی‌آورد.
در واقع همه اینها به کیفیت بهتر تخم مرغ و فواید بیشتر هنگام خوردن اون کمک میکنه. اکنون ممکنه بپرسید آیا واقعا این تفاوت بسیار زیاده؟ پاسخ مثبته، چون در سال 2019 محققان به چگونگی واکنش بدن افراد به غذاهای حیوانی که در شرایط مختلف پرورش یافته بودند پرداختند. این مطالعه نشان داد که خوردن غذاهای مشابهی مانند تخم مرغ، پنیر، گوش گاو و کره از حیوانات پرورشی نتیجه متفاوتی در نشانگرهای مهم سلامتی انسان داشت. از جمله سطوح اسید لینویک مزدوج، اسیدهای چرب امگا 3 و عوامل التهابی نشانگرهای این مشکلات میباشند. به عبارت دیگر اگر یک تخم مرغ پرورشی که توسط مرغهایی که با هورمون استروئید و آنتی بیوتیک تزریق شده تغذیه میشوند، امگا 3 بسیار کمی دارند و در نتیجه التهاب در بدن رو افزایش میدن، و از سوی دیگه تخم مرغ رسمی که با مرغهایی که در مزرعه رشد کردن سرشار از امگا 3 میباشد و نشانگرهای التهابی رو در بدن کاهش میدن. محققان به این نتیجه رسیدن که روش پرورش حیوانات در واقع منجر به اثرات قابل توجهی بر سلامت انسان میگرده. در واقع اینجا بحث خوب و یا بد بودن تخم مرغ نیست. سوال اینه که آیا شما تخم مرغ با کیفیت مصرف میکنید؟ مسلماً انتخاب ساده خرید تخم مرغ رسمی به نفع سلامتی شماست. در پایان روند مشابهی را میتوان در بسیاری از غذاها اعمال کرد، مثل مصرف گوشت گاو تغذیه شده با علف که دارای سطوح بالاتر چربی های سالم و سطوح کمتری از ترکیبات ایجاد کننده التهاب در بدن میباشه، همینطور در مقایسه با گوشت گاو تغذیه شده با قلات یا سویا هستند. همینطور در مورد ماهی های صید شده آزاد نسبت به ماهی های پرورشی که اغلب با آنتی بیوتیک در استرخ درمان می شوند و در شرایط محیطی کوچک پرورش پیدا می کنند سالم تر هستند. رژیم غذایی مختلف و محیط های زندگی باعث می شود که ماهی های صید شده آزاد دارای مشخصات مواد مغذی بهتر و خطرات بالقوه کمتری برای سلامتی باشند. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.